چند قسمت شدیم واقعا بیاده خودشم یادش میره کجا هست کجا نیست. ماتورز اینجا میذاریم شروع شده باشه همین الان. نه یه شش دقیقه و این هم شیفت پیج بسیار عالی و زدتمون به هم روشن کنیم. دوستان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه و به دور از کرونا مونده باشید، بدون از کرونا بمونید تا این معضل نیز برطرف شود. و اما امروز پنجم ماه جون سال 2020 هست، بعد ما اونجا نوشتیم پنجم، درست شیش پنج، پنج شیش، همه چیز رو قاطی کردن، این برانور دنیا واحدشون با هم فرق میکنه، ولی مهم اینه که همدیگر رو بفهمیم. حالا حتی اگه یه چیز رو بالا پایین می نویسیم، کج و راست می نویسیم، اشتباه می نویسیم، مهم نیست. امروز ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود تا درباره مقاله‌ای که در گویا نوشتن و درباره اون دختر 13-14 ساله، چون یه جایی گفتن 14 سال یه جایی گفتن 13 سال، متاسفانه اینم یکی دیگه از اشکالات ما ایرانیان که وقتی طرف 13 سالش تموم میشه میگن رفته تو 14 سال، ولی اینجا وای میسن قشنگ تموم که شد میگن حالا 14 سالش. در صورت ایشون میگه که فقط پدر این مسئول نیست و جامعه، حکومت، فرهنگ و ماها هم مسئول هستیم. در این رابطه با ایشون صحبت میکنیم. دوستان همین اول برنامه بهتون بگم هوا اینجا ناجوان مردانه گرم است، یعنی 90 خورده ای، ولی وقتی نگاه میکنی به حرارت سنج یا دماسنج که بیرون قرار گرفته بیش از 100 درجه فارنهایت. یه نفر برای ما بنویسه 100 درجه فارنهایت میشه چقدر. من یادمه یک سال قبل از انقلاب در اهواز بودم و اون بار میگفتن برای اولین بار رسیده به 50. یه دلیلش هم میگفتن که این وجود کولرهای گازی که توی خیابون های تیتیش مامانی بود، خیابون پهلوی اهواز اینها بود، میگفتن اونها باعث شده که چندین نفر مخصوصا بانوانی که حامله بودن به اصطلاح تلف بشن، از بین برن و نمیتونن گرما رو تحمل کنن. حالا اون موقع تازه مسئله حجاب و اینا به این صورت نبود. میگن که من از وقتی فهمیدم رژیم شاه جنایتکار مزدوری آمریکای جنایتکار جهانخوارت، فهمیدم که روشنفکرها از آخوندها بیشتر زرزر میکنن. این قدرت آخوند و روشنفکر از زرزر از رژیم شاه جنایتکار بود که بعد میگفتن بیشتر زرزر و نقنق و دروغ بود تا بیان واقعی. نه همش هم دروغ نبود آقای افراخته. ببینید میگم در کار رسانه و رادیو تلویزیون یه مقداری اغراق لازمه و اونای موفق ترن در بازگو کردن داستانها و اینها که اغراق بیشتری میکنن. حتی در این داستانهای سهراب و رستم و اسفندیار و شاهنامه و اینا میدیدیم اونایی که با آب و تاب بیشتری وقتی که مثلا میگفت حمله کردن چنان آمدن تق دستشم میزد به هم، اون بیشتر میتونست معرکه یا محیط رو جذب و جلب کنه تا کسی که خیلی معمولی میگفت. میگن امروز پاریس سرد، دوباره مانتو شال گردن و لباس زمستانی. هفته قبل اینجا اینجوری بود. خانم دکتر بهیه جیلانی، امروز صبح من با خانم جیلانی از طریق فیسبوک داشتیم مینوشتیم راجع به اون ماشین هایی که در ایران، قرعه کشی ماشین در ایران گویا 25,000 تا ماشین، بله از همون ماشین هایی که هممون میگفتیم ساخت ایران بده، نمیدونم قطعی کمپوت لگن آدم میکشه چنین چنانه، ولی وقتی 25,000 تا شو که کجا بوده گذاشتن برای قرعه کشی، دوستان 7,000,000 نفر رفتن ثبت نام کردن. یه نفر 7,000,000 رو تقسیم بر 25 کنه گویا
میشه 1/280. حالا مدعی کردن نمیدونم، نه اون مدعی نه، اون نقالی بود، مال شاهنامه رو میگفتن نقالی. مدعی اینه که الان تو ایران یه سری واقعا پولای زیادی هم از مردم بیچاره میگیرن، البته مردم چاره دارن، پول ندن به اینا، و آدمای لات و جنبلی هم هستن، چی میگن، ازگلی هم هستن، اینو میگن مدعی. مدعی آقای اسماعیل وفا یغمایی که باید شاعر باشه، شاعر یعنی کسی که شعورش زیادتر از من و شما هست، با شعوره و دنیا رو ببینه، به من و شما بگه، ورداشته بود شده بود مداح رجبی و مریم و اینا. حالا که جدا شده، همون رجبی و رجبی مرحوم و مریم دارن پدر صاحب بچه رو در میارن، هم پدر خودش رو هم پدر بچهش رو در میارن و الی آخر. به اونا میگن مداح. مداح کسایی هم که مثلا به پادشاه ها میگفتن ای سر شما مثل سر طاووس، نمیدونم دمت مثل دم بوقلمون فلان، اینا اونا رو مداح میگفتن. و مدعاها ها معمولا دروغگو هستن، و الا اگه کسی معمولی باشه احتیاج به مدعا نداره. و اما ماجرای قرکشی ماشین ها، اگه کسی در این رابطه خبرهای بهتری میدونه بیاد و بگه. ممنون و متشکرم از آقای مانی خورسندی، ایشون نوشتن درود بر شما، سلام به شما دوست عزیز. من مثل داداش شما هنوز راحتترم بگم سلام، ضمن این که ما ها که تو ارتش خدمت کردیم، ما ها میشه بگیم نفرای اولی بودیم که اونجا یاد گرفتیم بگیم درود 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 درود، اینجوری صبح اول صبح و الی آخر. ولی جا نیفتاده، هنوزم که هنوزه وقتی میری یه جایی بهت میگن درود، بعد که میخوای بیای میگه سلام داداشتم برسون. اینو به داداش شما گفته بودن، سلام داداشتم برسون. خب فیسبوک جدید، این ماجرای صفحات جدید و اینها هم واقعا دیگه از دست در رفته. من به شما نشون میدم، ببینید ما حالا با همین دانش کممون آمدیم و یه صفحه رو درست کردیم برای خودمون توی فیسبوک به این صورت. بذارید الان بهتون عکسش رو نشون بدم، عکس تمام صفحه رو نشون میدم که ببینید چه اتفاقی میفته. بعد میخواید بیای یه کاری انجام بدی، میگه نه از امروز این کار دیگه انجام نمیشه چون ما صفحه رو عوض کردیم، جدید کردیم. نمیدونم تو این پیدا میشه یا خیلی کوچولو پیدا نمیشه، میتونید نگهش دارید، بزرگترش کنید، ببینید در اصل قبول کنید حرف منو. ببینید میگه برید تو فیسبوک جدید، میگیم باش. میریم تو فیسبوک جدید، اولین ایرادش اینه اینجا ما اومدیم این عکس رو درست کردیم، به دیگران هم یاد میدیم که عکستون نوشتتون زیر عکس خودتون نباشه فلان اینها. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. تا میایم اینجا میگیم برو سویچ تو نیو فیسبوک، عوض کن به صفحه جدید فیسبوک، ببینید چه اتفاق میفته. ببینید میاد عکس ما رو میذاره روی نوشته های خودمون و اصلا اون قسمت بالاش و اینا هم ناجور میریزه به هم دیگه، نه کسی شماره تلفن میتونه داشته باشه نه وبسایت و فلان اینها. بعد جالب تر از این اینه، من از صفحه اصلی خودم چون ادمین صفحه مردم تیوی هم هستم، قادر هستم به صفحه مردم تیوی مراجعه کنم، ولی الان تو این صفحه جدید که میام اصلا دیگه اثری از صفحه مردم تیوی نیست. بله میتونی اطفال بریزی صفحه رو سیاه کنی، که صفحه سیاه برای کارهای کامپیوتری اینا بهتره، چشمتون کمتر آسیب میرسونه، ولی هیچ اثری نیست. پس ما دوباره مجبور میشیم چیکار کنیم؟ دوباره سویچ تو کلاسیک فیسبوک. حالا کی تا حالا قدیمی شده کلاسیک، اون رو باید اینا جواب بدن. و از این جالبتر، یکی دو هفته دیگه قولتون میدم اصلا دیگه اون کلاسیک کار نمیکنه و هنوز اینا این باگ رو، باگ یعنی پشه، نمیدونم مگس، هر چی بگید، این رو درست نمیکنن. یه عده جوونی که دیدید محل کارشون با دو چرخه میره تو محل کار، با دمپایی از خواب بلند میشه میاد اونجا، تازه سر کار براش همه کم گذاشتن، همه که چیزی مثل گهواره، گهواره گذاشتن آقا استراحت کنه، زور نمیدونم میان رو چمن میشینن و فلان اینها. یه عده جوون که حالا دارن اونام کم کم میشه 40 سالشون، ولی اینا تصمیم میگیرن که صفحه، چرا؟ چون اینا رو به شما مجانی میدن. حالا چرا مجانی میدن؟
که همه هست و نیست شما و اینفورمیشن و اطلاعات شما رو بگیرم. بعدم طرف میگه از فردا قرار شده فیسبوک شما بنویسی چیزای من رو دیگه با دیگران شیر نکن. آقا خانم خودت گذاشتی سر کار، اینقدر ساده لوحی یا واقعا متوجه نمیشی یا فکر میکنی ما متوجه نمیشیم؟ از روز اولی که اولین آجر و بنای این فیسبوک رو گذاشتن، بناشون بر این بود که اطلاعات شما، عکس شما، کجا بودی، کجا خوراک خوردی، با کی بودی، با چی گفتی، با مانی خورسندی چه حرفی زدی، با اکبری چی گفتی، با آقای افراختی چی گفتی، فلان، اینا رو بتونن بنویسن و کنترل کنن. ولی یه خبر خوب بهتون بدم، یه ریپورتی اومده بود بیرون که انقدر دولت ها خبر و اطلاعات جمع میکنن که نمیدونن چجوری ازش استفاده کنن و رو دستشون مونده، فقط هی مجبورن هر روز انباری بخرن برای اینا زیاد و زیادتر. اینم از این. خب ادیت کنی چی ادیت کنی؟ سلام، خسته نباشید آقای اکبری، شما هم خسته نباشید، سلام به شما. گفت سلام بر تو ای دوست، ای هموطن، سلامی که خیزد ز جان و ز تن. آقا این شعری رو که آقای ابوعدار 20 سال پیش گفته، حالا شما که نمیتونی برداری جاش بذاری درود. حافظ و سعدی رو که شما نمیتونی کلمات عربیشو برداری بذاری فارسی، خراب میکنی، ول کنید، هست بیشترش کنید. باید زبان پویا باشه، زبانی که ایستا باشه. من و شما باید حالا مثل کوروش صحبت کنیم، من خط میخی ابسیخی هیچ نمیتونیم حرف بزنیم، میگه آقا ولش کن. یه جوکی بود میگفتن، یه معلمی ما داشتیم لکنت زبان داد، بچه ها میگفتن این رفته مغازه بقالی پنیر بخره، گفته آقا نیم وقته 200 گرم، دو تا نمه میشه نیم وقته، نیم وقته پا 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 پا. آقا گور پدرش ماس بده تا برم. این اینجوری میشه. اینی که طرف میگه آقا دیروز فرطوری تماشا کردم، درود بر شما، بعد توی کلمه عربی گیر میکنه، لال میشه، دیگه نمیتونه حرف بزنه. بذارید حرف بزنید، راحت باشید. ادیت کنی میشه. من نمیفهمم آقای خورسندی، کاکو جون قربونت برم، شما که میبینی مثل این کلاغای بیچاره، یه نگاه هم به اینه، یه نگاه هم به اینه، یه نگاه هم به اونه، وقتی برمیگردم شما داری راجع به یه موضوعی میگی که من دو دقیقه پیش صحبت کردم. بابا اینقدر تنبل نباش، دو کلمه بنویس راجع به چی ادیت کنی، راجع به چی میشه. این چیه عادت زشت تلگراف نوشتن؟ و شما یادت باشه وقتی هی تلگرافی مینویسی، یه بیچاره ای که مثل این آقای افراخته میخواد یه چیزی رو بنویسه، یه مطلبی رو بیان کنه، اون میره دیگه پیداش نمیشه. یکم صبر داشته باشیم، قشنگ یه جمله بنویسیم، به هم احترام بذاریم، ممنون، متشکر، بریم. خب زانو زدنه، گفتم تو اون تلویزیون مردم، حمایت حمایت حمایت. یه دوستی از کانادا بنده خدا رفته $50 برای ما بفرسته. این دوست، حالا چون اینجا اسمشو نوشته ما نشون نمیدیم، وقتی اینقدر میگه به این کسی که اونجا بوده، گفتم من $50 آمریکایی میخوام، خلاصه $50 کانادایی. این بنده خدا هم برای ما پست کرده. خب اینجا که دیگه الان بانک‌ها تعطیله، یا از درایو ترو باید بری یا با دوربین دیپوزیت میکنی، هر کاری کردیم قبول نکرد، گفتیم آخر مجبور شیم این $50 هم برای این دوستمون پس بفرستیم. یه دوست دیگه ای $100 کانادایی لطف کرده بود، فرستاده بود، اونم بهش گفتیم آقا ما که نتونستیم این پول رو بگیریم، اولا شما مطمئن باشه که ملا خور نمیشه، آخوند خور نمیشه، نمیدونم بانک خور، این بانک ها از ملا، راست چرا میگفتن ملا خور نشه؟ چون اینجا میگن هایوی رابری، یعنی میدونید اینا از قدیم میرفتن اون بیچاره هوا چیزی میگن قطارا و اینا رو میزدن و دزدی میکردن اینا بمانه. خب مذهبی بهش میگن هایوی رابری، که الان بزرگترین هایوی رابری این همون بانک ها هستن، همین شرکت های بیمه هستن. الان شما ببین 3 ماه ما نشستیم تو خونه، ایش که بیرون نمیره، ماهیانه ماهی $100 $150 ماهی $50 مینیمم. اگه مثل من باشی، هیچ وقت تیکت نگرفته باشی، جریمه نگرفته باشی، کمترین بیمه رو بخوای و اینا، ماهی $50 ازت میگیرن.
ولی حالا بیمه اومده میگه ما خیلی شما رو دوست داریم آقای سربی، شما چون ماشین تو بیرون نمیبریم ما 10 دلار بهت پس میدیم. پدر سوخته، تو ما 50 دلار گرفتی برای این ماشین، اقلا نصف میشه بده، چرا ما 10 دلار؟ خب میگه تا من بیام تایپ کنم 10 تا کامنت میاد روش میره بالا، نمیبینید؟ بفرما. آها، چرا میره بالا؟ به خاطر افرادی مثل شماست که تک تک مینویسی میزنی، هی میپره میره بالا. سلام، خوبی؟ کجایی؟ چطوری؟ ولی سلام، خوبی؟ کجایی؟ چطوری میشه یه جمله و اونجوری بالا پایین نمیره. چون همیشه هرچی به آخوند بگی بدی دیگه پس نمیده، میگن ملا خور شده. خیلی ممنون، متشکرم. تازه الان شما میتونستی به جای همین جمله آقای خورسندی چی رو بنویسی؟ اون کاری که داشتی ادیت کنی میشه، ادیت کنی نمیده. حالا برن اطلاعات اکبری را به دست بیارن، اروا بواشون. حالا یه چیزی بگم، این دوست ما اکبر اکبری اسم اصلی خب چیز دیگه است، من اسمشو میدونم، میشناسمش فلان، ولی فکر میکنه که اسم اصلیشو، شمارهشو، تلفنشو، آی پیشو اینا رو نمیدونم. آقا همه رو میدونم، مضاف بر این که میدونم شما یه اسم اصطلاحی هم دارید. میگه اینها کالیبر ما را هم، کالیبر ما را هم میدونن. اونم باور کن میدونن. آخوندها بهترین حکومت هستن برای آمریکا، پس منتظر آمریکا نباشید. دیدید که همین 2-3 روز گذشته دوباره آقای ترامپ از ایران تشکر کرد، به ایران گفت که ببینید منتظر انتخابات آینده نباشید که با رئیس جمهور آینده معامله کنید، بیاین با من معامله کنید. آی ملتی که توی لس آنجلس نشستین، آی شاه و لایا، آی آدم های ساده، آی آدم های احمق، چی بگم؟ به این ترامپ دلخوش نباشید. ترامپ به خانواده خودش رحم نمیکنه و به مردم آمریکا رحم نمیکنه. دیدید دوشنبه مردکه احمق چون روز جمعه قایم شده بود، رفته بود تو زیرزمین کاخ سفید و خبرنگارا فهمیده بودن که این رفته قایم شده و نوشته بودن، آمد گفت که من قایم نشدم. اولا ارتش آورده تو خیابون. کی ارتش آورد تو خیابون؟ شاه بیچاره. چطور شد؟ در به در شد. وقتی که شما ارتش بیاری به جای پلیس استفاده کنی، حتی سرهنگ بهروز سرشارم میاد توی وایس آف امریکا میگه شاه اشتباه کرد، ارتش برای دفاع از مردم در مقابل خارجیان، نه ارتش. و پلیس مسئول شهربانیه، مسئول اینه که شهر رو به اصطلاح منظم کنه، نظمش رو رعایت کنه. و شما وقتی میاری، حالا میگفتن پلاستیکی دادیم، همینجا این احمق ترامپ گلوله پلاستیکی زده، یکی رو کور کرده، یکی رو زده تو گلوش، و اینها دارن اقدام میکنن که شکایتش کنن، چون بالاخره تو آمریکا یه قانونی، هرچی هم بیقانونیه اون یه قانونی باز هست. ما یه شریکی داشتیم سال 1986، بگو بینم 24 سال و 20 سال، 44 سال پیش، نه ببخشید 34 سال پیش، و این میگو ببین من با همه این بی‌نظمیم یه نظم خاصی برای خودم دارم. این آمریکا حالا با همه خرد و خریش و با همه که ترامپ آوردتش به این پایینی، چون آمریکایی‌ها میگن how low you can go، یعنی دیگه از این پس فطرت‌تر دیگه چیکار می‌خوای بکنی، باز یه قانونی هست، همون که طرف وزیر دفاع فعلی، وزیر دفاع قبلی، هر دو آمدن گفتن این کار غلط، اشتباهه و این کاری که ترامپ انجام داده غیرقانونیه. حالا همه این کارا رو کرده بود چی؟ برای که بیاد به اون مذهبیون تندرو که فکر میکنن خودشونو فقط مسیحی ها میرن بهش، بگه که ما در چی میگن، این بایبل، این انجیل ما را حفاظت میکنه. تلق 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 از اون بر خیابون اومده، این بر خیابون رفته روبروی یک کلیسای کوچیکی، فوتو آب، فوتو آب یعنی فوتو اپورچونیتی، یعنی یه فرصتی پیش میاد شما یه عکسی بگیرید. این فوتو آب، بعدم مسئول کلیسا گفت آقا کلیسا برای این قرتبازی ها نیست که تو بیای عکس بگیری و سوء استفاده کنی. از همه اونا گذشته کلیسا رو تعطیل کرده بودن که تعمیرات کنن،
و قبل از اینکه شورش و اینا بشه چوب زده بودن که اینجا اگه نزنی شبا معتادا و اینا میرن داخلش. بله همین نزد کاخ سفید شب ساعت 8 و 9 بیا ببین معتاد و اینا چه خبر. خانم جیلانی میگن که ترامپ فقط میخواد اخوندا رو سر میز بیاره، او هم در لیست پیروزی های خود بگذاره برای انتخابات بعدی. ولی خانم جیلانی گرامی، اولا چند ماه هست که شما رو نداشتیم در برنامه، اینو به عنوان دعوتنامه پذیرا باشید از ما و امیدوارم به زودی مهمان برنامه باشید تا چیزهای گفتنی زیاده. ببین خانم جیلانی، شما خودتو بذار جای اوباما، خودتو بذار جای ترامپ، خودتو بذار جای کلینتون، خودتو بذار جای پدر بوش، خودتو بذار جای بوش، خودتو بذار جای ریگان. ریگان که مستقیما با آخوندها معامله کرد. این احمقایی که تو ال ای هستن هی فوش میدن به کارتر و نمیفهمن کارتر هر غلطی کرد ریگان آخوندها رو نگه داشت، ریگان باهاشون معامله کرد و دلیل انتخابات ریگان هم آخوندها و سازششون با هم بود. اینو نمیفهمن دیگه، ما زبون اون بود در اون. خب ریگان مرد، تموم شد. جورج بوش بعدی آمد که همون دنبالش 4-8 سال اون بود، 4 سال هم اون بود، این 12 سال، یعنی 8 سال جنگ هم آمریکا و اسرائیل هر دوی این احمقا، هم صدام حسین رو اسلحه میداد هم ایران رو اسلحه میداد و از این بهتر که چون مخفی بود پول در برابر 20 برابر ازشون میگرفت. خب چرا ایران باید، چرا آمریکا، حالا خانم بهیه جیلانی، آقای مانی خورسندی، آقای اکبری رئیس جمهور آمریکا هستن، چرا آمریکا باید حکومت آخوندی ایران رو ورداره که بنزین نفت بشه بشکه 300 دلار، ما اینجا بنزین بزنیم گالونی 5 دلار و فوش بدیم به دولت؟ آقا خانم بنزین شده نه یه لیترا، یک گالونش 4 لیتر بنزین 1 و خورده، یعنی 1 یورو، 1 یورو 4 لیتر بنزین. از شیر ارزونتر، از آب ارزونتر، چرا باید اینا عوضش کنه؟ خب بیان بگید، هی نگید ترامپ شیردل، این ترامپ بزدل که ملت تو خیابون دارن شعار میدن، این همه پلیس، این همه نمیدونم فنس، این همه چی در رفت تو زیر زمین قایم شد. آخه خجالت بکشید، هی ترامپ شیرده، یه مردکه، یه دیوانه، یه روانی که همه عمرش دوست داشته به چیزایی که نداره دسترسی پیدا کنه، حالا اومده به دروغ یه مشتی رو گول زده. خانم آقا میگم وزیر دفاع که اینا همشون با این هستن و با این بودن، خانمه که ریپابلیکنه، جمهوری خواهه، الان گفته ما همه اشتباه کردیم، نوام بیاد این داره جونش میلرزه، اون وقت این با آخونده میگه خیلی ممنون بیاین حالا قبل از انتخابات با هم صحبت کنیم. چرا؟ تازه میخواد بگه ببینید من رفتم با نورد کوریا صحبت کردم، با کره شمالی، من رفتم با آخونده صحبت کردم. چه تاج گلی بر سر مردم آمریکا زد با این نورد کوریا صحبت کرد؟ بیاین صحبت کنیم. چشم، حتما. خیلی ممنون خانم جیلانی قبول کردن که مهمان برنامه ما باشن. بله آقای مانی خورسندی، بالاخره این مثل اینایی که گرفتنشون ما با شکنجش بدیم تا ازش حرف بکشیم، نوشته صفحه جدید. حالا من این چیزه رو بچرخونم با اونا میتونم بفهمم. دو تا عکس بگیر من ببینم صفحه جدیدی که من میرم توش مردم تیوی که من ادمینش هستم نیستم چگونه با ادیت کردن، ادیت کردن حقیقتا یعنی کات کردن، حالا ادیت دیگه نمیدونم معنی دیگه چیه، چگونه من با کات کردن چی؟ آقا شما مسلمان خوبی هستی یا اول کار که کات کردن، حالا من میگی کات کن، چی رو کات کنی؟ در هر صورت ما از روزی که صفحه جدید رو میبینیم نمیتونیم از صفحه خودمون هی بکن فورد بریم و بیایم به صفحه مردم تیوی. حمایت 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 مالی از تلویزیون مردم فراموش نشه. فیسبوک سویچ بک تو کلاسیک، اینم از این دوستان، شماره تلفن ما این زیرم براتون می نویسم 202 5 اینجا نه ببخشید افکت 5
بله 202 695 25 73 هم میتونید تکست بفرستید، هم میتونید پیام بذارید، هم اگه با هم دیگه قرار گذاشته باشیم میتونیم با هم صحبت کنیم. دیروز با یه دوستی که 2 سال پیش در تلویزیون مردم برنامه داشته صحبت کردم و گفت به زودی میاد. این دوستان بعد یه مدتی یه برنامه رو میبینن، میبینن آقا هیچ جام هنوز بهتر از تلویزیون مردم نیست، هم تحمل دیگران رو داره، هم سرویساش خیلی ارزونه و خیلی مرتبه. برمیگردن میگن آقا ما میخوایم باشیم. میگم آقا ما که هستیم، تشریف بیارید. اولم که زنگ میزنم میگن شما هنوز برنامه داری؟ میگم بله. میگه آره اتفاقا برنامه تو دیروز دیدم. میگم خب پس این چه سوالی؟ به زودی اون دوستون میاد. یه آقایی هست ربای که چند سال ایشون تماس میگیره با من، تو تلویزیون های مختلف برنامه داشته. ربا یعنی آخوندای کلیمیان، پدر روحانی کشیش کلیمیان. خب ایشون هم هی میگه میان، میگه ما هستیم شما بیا. میره دوباره 3 ماه پیداش نمیشه، دوباره 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه ایشون هم قرار شده بیان، امیدواریم بیان و برنامه ها رو متنوع کنن. و اما برگردیم دوباره زانو زدن پلیس های آمریکا در شهرهای مختلف، آیا این زانو زدن علامت ضعف یا علامت فهم و شعور، علامت قدرت عذرخواهی کردن، علامت درک زیاده یا علامت ترس زیاده؟ به نظر من درک زیاده. من اگر یه اشتباهی کنم، اگه درک و شعورم زیاد باشه میام عذرخواهی میکنم، اگه درک و شعور کم باشه میگم نه مگه میشه من اشتباه کنم، حرف مرد یکیه، همینجوری وای میسنم. 60 سالته هنوز میگن چند سالته؟ میگه 21. امروز دیدم آقای شهرام ایران بومی یه مجله آمریکایی، یه مجله، یه روزنامه آلمانی نوشته بود که این وکیل 30 ساله که کارای داوطلبانه انجام میده برای کمک به دیگران و میخواستم برایش بنویسم آقا قیافه شما که مثل 29 ساله هست، چرا این میگه 30 ساله کار میکنی؟ گفتم ندیده. دوستان بیا این تعارف ها و دروغ ها رو ورداریم. مثلا یه نفر یه عکسی گذاشته تو فیسبوکش، آدم میبینه وحشت میکنه، بعد طرف نوشته آقا عجب خوشتیپ شدی، آدم یکم نگاه میکنه فکر میکنه این عینکش رو با خودش نیاورده فلان اینا. anyway، وزیر قبلی و فعلی دفاع آمریکا در تقابل با رئیس جمهوری آمریکا. و اما روح الله زم حتما میدونید، اون کسی که بچه آخوند آمد و آمد و آمد نیوز رو زد و بعد گرفتنش و بردنش ایران و اینها، و توی این ماجراها الان یه عده اسم داره از این ور اون ور بیرون میاد. یه آقایی فکر کنم توانا سامتینگ، یکی دیگه خانم نمیدونم سامتینگ، اینا رو تو دادگاه اینم اسم همه رو میگه، کی پول داده، کی پول میخواسته بده، قرار بوده نمیدونم انقدر بدیم فلان فلان پادگان سپاه رو بزنیم، انقدر بدیم اونو بزنیم و اینها، و همه رو داره چی میگن بند و به آب میده. این بند و به آب میده از کجا اومده نمیدونم. خیلی ممنون. خانم جیلانی هم میگه فهم و شعور، این عذرخواهی و عذرخواهی کردن نشونه فهم و شعور، زانو زدن پلیس ها نشونه فهم و درک. به طرف میگه من حال تو رو میفهمم، من درک میکنم که یک آدمی که 4 نفر این رو گرفتن انداختنش رو زمین و 8 دقیقه و 46 ثانیه طرف زانوش رو با وزنش گذاشته رو گردن این، میدونید یکی که میخوان بکشن گردنشو میشکنن. شما اگر یادتون باشه من توی برنامه یه دفعه اینو گفتم، اگر از سگ میترسید و یه سگ بهتون حمله کرد، شما که میدونید این میاد حمله میکنه میخواد صورت شما رو بگیره، گردن شما رو بگیره، بهترین کار اینه که دستتون رو بگیرید که دست شما رو بگیره، بعد این دستتون رو ببرید پشت گردنش، این دستتون رو محکم بزنید، یعنی گردن سگ رو میشکنید. این برای آدمام هست، تو کشتی هم وقتی که گردن رو میگرفتن، گردن تنها خلافه، فوله، گردن با دست باد باشه، گردن با بدن باد باشه، اینجوری که چون گردن با همه گردن کلفتی دیده بوده، یکی از ورزش های نرمش های کشتی اینه که طرف خودش میخوابه رو گردن، بعضی وقتا حتی یه نفر میشنست رو سینش، یعنی بله اینو برده به روی پل میگفتیم، بله چون شکل پل میشه،
روی پل و این باید مقاومت کنه. ولی با همه این گردن کلفتی تصادف که میکنی اولین جات که میشکنه گردنته و الی آخر. این آقا رو گردنش رو شکستن و راه نفس کشیدنش اینا و چیز شد دیگه به اصطلاح بیچاره فوت شد. حالا ایرانی های لس آنجلس عکس میذارن آقای بابک عربی، واقعا من خجالت میکشم که بگم این بابک عربی دوست منه، خجالت میکشم که بگم ایشون یه زمانی برنامه های خوبی داشت. بابک هروی میاد میگه نگاه کنید ایرانی ها دارن از این دفاع میکنن. آقا ایرانی ها از این دفاع میکنن، از اونی هم که تو ایران تو زندانه کشته شده چکنجه شده دفاع میکنن. انسان انسانه، شماها هستین که خودی و ناخودی میکنید و خیلی بده. ای کاش این بابک هروی از لس آنجلس موو میکرد میمد واشنگتن، ولی حقیقتا یه بار اومد واشنگتن رفت اینجوری خراب شد. پلیس آمریکا دید سنبه پرزور زانو زد، نه میتونن وایسن خریت کنن. همین الان بهت نشون میدم، همین الان هم که یه عدهشون زانو میزنن هنوز یه عده الاغ هستن. داره میره پیرمرد 70 خورده سالشه میاد دست بده به پلیس، پلیس میزنه بهش با سر، میخوره به سیمان میفته. بعد دو تای دیگه وایسادن اونجا میگن آقا زنگ بزن آمبولانس بیا اینا. نه، نشونه ترس نیست، نشونه فهمه. در صورت اینم از این میگه این آخوندا پاشونو گذاشتن روی گردن ایران دارن خفش میکنن. خب اینم یه شعار بسیار زیباست، هممون میدونیم و اتفاقا عکس هم کشیدن که کاریکاتور کشیدن که آخوندا پاشونو گذاشتن روی گردن چه باید کرد. آقا این که آمریکاست، اینه مردم میان تو خیابون، ترامپ ارتشو میاره، یعنی این آبروی آخونده رو حفظ کرد. ماشینا رو دیدین چجوری میرن رو مردم؟ البته اینجا این دوربینا کمک کرده میگیرن و الحمدلله که ما تو ایرانی هم داریم. اون خانم روکسانا گنجی دوربین های فرستادیم، من و بابام، ولی مردم اینجوری فیلم میگیرن. خب این فیلم ها رو میگیرن، تو چیکار میکنی؟ تو با رضا پهلوی احمق میخوای بری دادگاه لاهه خامنه ای رو سو کنی؟ اصلا خبر نداری که دادگاه لاهه دادگاه بین الملله، نه دادگاه من از آقای مانی خورسندی. نه بابا اون من 20 دلار بده کارم، اون اومده منو برای دادگاه. بله روح الله زن برید دنبال کنید، مثل که آخرین جلسه دادگاهش دیروز بوده. و جالب اینه که همه اتهامات رو پذیرفته، البته توی برنامه میاد بعدا از خودش دفاع میکنه. ایرانی ها در کنار عکس جورج فلوید باید عکس کشت شدگان آبان ماه را هم بگذارم. خانم جیلانی من بارها گفتم هیچ بایدی در زندگی وجود نداره. شما نمیتونید یه استیشنی که داره آهنگای 1980 پخش میکنه زنگ بزنی بهش بگی آهنگای سال 2020 رو هم پخش کن. شما خودت پخش کن، شما خودت این عکس ها رو بذار کنارش. شما اگه بلد نیستی پول بدید به یک نفر فتوشاپ کنه، هر چی پوستر درست کنه. نگید اینو اون، این میشه همون که ایرانی هم نشسته که ترامپ بیاد آزادش کنه. بایدی وجود نداره. شما تازه وقتی به یک کسی پول میدید که باید یک کاری را انجام بده، تا موقعی که اون کار تموم نشه مطمئن نیستید که این کارش را انجام میده یا نه. قبول کنید ماشینتو میبری میگه آقا 20 دلار 30 دلار بده روغنشو عوض کنه. الان معلوم شده این جیفی لیوب انقدر ماشین ها رو برده داد دستشون، گفتن چقدرم زود بهتون میدیم، روغنشو عوض نکرده، پول رو گرفته. بعد البته گندش بالا اومد و نگاه کردن و کنترل کردن اینا. به حضرت عباس من بدهی شما رو قبلا گرفتم، چرا پشت تلویزیون آبرون ما رو میبرد؟ خب خوبه مانی خورسندی دیگه اینجا اقرار کرد، دستخط ازش گرفتم که من بدهکار بهش نیستم. خیلی ممنون، به این وسیله از شما کتبن گرفتم، عکسش هم گرفتم دیگه، پاکش هم کنی میمونه. ترامپ و حسینیه کاخ سفید. حتما میگین حسینیه کاخ سفید چیه؟ یادتونه وقتی حسین باراک اوباما یا باراک حسین اوباما اینجا بود، این سعید سکوی دیوانه و دیگران هی میگفتن این مسلمون فلان بیستار. آقا گیرم که مسلمون باشه. خلاصه حالا براتون یه مقاله ای رو میخونم که ترامپ به زودی حسینیه کاخ سفید رو باز میکنه. چرا؟
بذارید براتون بیارم. رو فیسبوک گاهی وقتی چیزایی که میذارم جالبه، به غیر از اون بعضی وقتا خودم به صورت کامنت میرم اون جا چی مینویسم. اولا بیارمتون تو این صفحه فیسبوک کلاسیکمون، همون کهنه قدیمی خودمون، و ببینیم که چه باید کرد. اینجاست کامرای 3، اینا رو خاموش کنیم. این خبر راجع به ماشین ها که بله نوشتن این همون ماشین های ساخت ایرانی که خطرناک بودن و هر روز چندین کشته در جاده ایران باقی میذاشتن. کمپوزیسیون مگر خرید این ماشین ها را تحریم نکرده بود؟ به به، مردم چقدر به گفته ها به گفته های کمپوزیسیون اهمیت میدهند. کارمون خیلی خرابه. اجرای طرح فروش فوری 25000 دستگاه خودرو. دیدم اون روز آقای همایون با آب و تاب و اشک و ناله که ما ملت به شما میگیم پولاتون رو نذارید تو بانک، میرید پولاتون رو میذارید. نگاه کنید دوستان، این آقای ترامپ با این توییت های شبانه و روزانش، ببینید چند بار برای آخونده دیروز و پریروز نوشته و من بالاش نوشتم دوستان ساده لوحی که هنوز هم به ترامپ شارلاتان و دروغگو امیدوار هستند، هم وزیر سابق و هم وزیر کنونی دفاع آمریکا با دخالت ارتش آمریکا در تظاهرات مردم مخالفت کردند. حتی جمهوری خواهان از ترامپ ناامید شدند و نگران انتخابات ماه نوامبر هستند. تمام اشتباهات شاه را ترامپ هم انجام می‌دهد. حالا باید صبر کرد و دید که آیا سرنوشت شاه در انتظار ترامپ و خانواده‌اش هست یا نیست. بله این عکس اون کسی که آزاد شد از ایران، مایکل وایت فکر کنم اسمش باشه. بله اینجا آقای نیری نوشتن آقای ترامپ امروز دو بار در توییت نویسی های معروفش از ایران شما بخوانید ج ج ج تشکر کرد. در هر دو توییت سخن از این که پس میشه معامله کرد. گوش کنید دوستان، پس میشه معامله کرد. حالا همین پایین بیاین، این خانم سناتور ریپابلیکن، ما یه دونه احتیاج داشتیم که بگه ترامپ قوانین آمریکا رو زیر پا گذاشته تا ترامپ رو بندازن بیرون و اینا اون موقع این کار نکردن. الان فهمیده که اشتباه کرده. الان که وزیر دفاع آمریکا میاد صحبت میکنه، این خانم فهمیده که اشتباه کرده و میگه ما باید یک روزی صدامون در میامد یا در بیاد. اینو داشته باشید. و اما ترامپ یک سال قبل گفت ایران را از ریشه نیست و نابود میکنم و با خاک یکسان میکنم. ترامپ 6 ماه قبل گفت به مردم و ملت ایران کاری نداریم، کل سران جمهوری اسلامی را نابود میکنیم. 5 ماه قبل گفت ما با سران رژیم جمهوری اسلامی که سر جنگ نداریم، فقط میخوایم رژیم ایران را تغییر دهیم. 4 ماه قبل گفت ما به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم، فقط میخواهیم اصلاحات گسترده ای در این رژیم به وجود آید. و 3 ماه قبل اگر رژیم ایران آرزوی مذاکره با ما را دارد، باید اول خود را اصلاح کند و ما 12 پیش شرط داریم. و ترامپ 1 ماه قبل گفت رژیم جمهوری اسلامی رژیم بدی هم نیست، آماده مذاکره هستیم، شماره مستقیم خودم را به دولت ایران میدهم تا هر وقت خواستن با من تماس بگیرند. و اما 2 هفته پیش گفت بدون هیچ پیش شرطی مذاکره میکنیم، یعنی اون 12 تا گذشت. حالا این کامبینیشنی یا مخلوطی از جوک و شوخی و حقیقت هست، بگی شما خودتون هر چی خواستید برداشت کنید. گفت بدون هیچ پیش شرطی مذاکره میکنیم، ایران و آمریکا منافع مشترک دارن و جنگ به نفع هیچ کشوری نخواهد بود، ما جنگ نمی کنیم و از ایران هم میخواهیم جنگ نکند. و اما ترامپ هفته پیش عید سعید فطر را به تمام مسلمانان جهان خصوصا ایرانیان عزیز تبریک گفت و گفت به زودی ترامپ به زودی توبه و عنابه کرده ام که دیگر از این غلط ها نکنم. ترامپ ماه آینده میگه اشهد ان لا اله الا الله. ترامپ 2 ماه آینده میگه جانش فدای رهبر. ترامپ از محرم سال آینده شبها تشریف بیاورید حسینیه کاخ سفید روزه. اینم آمریکا و اونهایی که به آمریکا دل بستن. ببخشید این صفحه رو باید باز میکردم و گاهی وقتی قاطی پاتی میکنیم. آقای یوسفی میگه که
خانم جیلانی باید در کنار عکس جورج اعتراض کنندگان و کشته‌های آبان ماه را گذاشت، سوال میکنند ایشون. مگه جورج اعتراض کننده بوده و معترض باید در کنار کشته‌های آبان ماه کشته‌های اعتراضی اون آمریکا را گذاشت که هنوز هیچ آماری ندارد و کشته‌ها را به نام دیگه ثبت میکنند. بعد اینم از این. خب خوبه، بحث در صفحه فیسبوک هم به راه است. امیدوارم این دوستان تصمیم بگیرن همون موقع نخوان نظر بدن. بعض وقتا برنامه رو که نگاه میکنن 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه زنگ بزنن، پیغام بزنن تا ما از این پیامهاشون در برنامه ها استفاده کنیم. Please watch this when you are not busy. چشم. و یک عکسی هم اینجا گذاشتن، نوشته ملت شهید پرور، شهید جورج فلوید. این عکس رو بذارید من بهتون نشون بدم. سلکت. بله، کجا هست نمیدونم، ولی اینه، شهید جورج فلوید. خب اینم از این. دوستان ببینیم که فیسبوک جدید نوشتم اول درست میکنن، حالا ما باید بیایم معایبش رو براشون برطرف کنیم. اینم از این. قبل از برنامه خودم دو نفر داشتیم باشون مصاحبه میکردیم از کانون آوا، اینها جدا شدگان. اینا حقیقتا مجاهدینی هستن که خودشون هم باور دارن، میگن مجاهد حقیقی اینا هستن، و چون سازمان مجاهدین به وسیله رهبریت این دیوانه مسعود رجوی اگه زنده باشه و رئیس جمهوری این زنی که مریم عزادانلوی قاجار یا قجر هرچی تبدیل شده به فرقه، اینها جدا شدن. یکی آقای غلامرضا شکری بود، دیگری آقای حسن شهباز بود، و یک ویدیوی 11 دقیقه هم پیام یک مادری بود که ایشون به نظر میاد که به اصطلاح دستی بر قلم دارن و در کار شعر و نوشتن نظم و اینها هم کارشون درسته. یه چیزی نوشته بودن و خونده بودن، ما هم پخش کردیم، حتما اون رو ببینید. توی فیسبوک هم هست. این فیسبوک واقعا همه رو تنبل، مفتخور، آسونخور، چی بگیم کرده. خود منم بعض وقتا میگم حالا چرا برم توی یوتیوب، همینجا که هستم میری پایین و بالا، و توی فیسبوک دیگه منتظر این نیستی که شما من این ویدیو رو از تو سیستم بیام بذارم اونجا لود کنم اپلود کنم فلان. نه، همون موقع فل بداهه، فل بداهه یعنی اینجا میگن چی؟ بله هرچی، یعنی دیگه فل بداهه یعنی در حال همون زنده، برنامه زنده، امپرووایز. آها، امپرووایز یعنی فل بداهه، فل بداهه هم یعنی امپرووایز. خوب ترجمه میکنم براتون ها. یه وقت جای اسیر شدین بیاین منو ببرید به عنوان مترجم انگلیسی. فل بداهه میشه امپرووایز، امپرووایز میشه فل بداهه. خب ببینیم که 8 نفر برای ما پیام فرستادن چی میگن. اینا رو فعلا توی برنامه نخونیم، برای بعد از برنامه است، و بیایم نوشته های خودمون رو که برای امروز گذاشتیم. ضمناً 34 دقیقه دیگه میریم با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. دوستان برای من نوشته بودن چه خبر از دوستتون آقای فرزاد نیساری و آقای آبتین، آیا اینها رفتن ایران رو گرفتن آزاد کردن؟ گفتیم بابا اگه قرار ایران رو بگیری کسی که آخونده فعلا گرفته، دیگه نمیشه یه آهوی رو که یه نفر گرفته شما بازم بگیریش، با آزادش کنی، مگر اینکه اینا میخوان از اون بگیرن حالا آزادترش کنن، یه باقی براش. در صورت اگر فرصتی بشه جمعه هفته آینده با ایشون خواهیم بود. تنها رئیس جمهوری در آمریکا که خلیج پارس رو خلیج عربی خواندن همین ترامپ بوده. ایران بان پیروز نهاوندی. آقا خدا پدر و مادر شما رو بیامرزه. اگه به خدا باور نداری و پدر مادرت هم زنده هستن، امیدواریم طول عمرشون زیادتر از اینی که قراره باشه، برو جلوی آینه ماچ گنده به خودت بکن. برای چی ترامپ خلیج فارس و خلیج عربی میگه؟ برای که اولین کشوری که رفت، رفت عربستان. عربستانی که نوارای قبلی ترامپ رو گوش کنید، این پدر سوخته میگفت عربستان زده نیویورک و فلان و اینا رو داغون کرده، مال سپتامبر 11، 11 سپتامبر 2001.
ولی چون پول دادن بهش، به دخترش پول دادن، به پسرش پول دادن، به دامادش پول دادن، به خودش پول دادن، وام های بهش دادن، شد غلام هارون. فل بداه اکبری میگه ابسوفورد، اینم آلمانیش دیگه. تلویزیون شما دیدین که در آن واحد به سه زبان زنده و مرده دنیا صحبت کنه، فارسی میگم، یک کم دست پا شکسته انگلیسی، آقای اکبری هم میاد آلمانیشو میگه. تو یه دوستی ما داشتیم قبلا هندوستان بود، کار گیتار و اینا هم هست، رفت ایران، برنامه هاشو میبینم درست میکنه، به سه زبان زنده و مرده صحبت میکنه، ولی من حقیقتش 5 دقیقه‌ش هم نتونستم نگاه کنم، چون یه جمله رو فارسی میگه، همون جمله رو انگلیسی میگه، همون جمله رو عربی میگه. گفتم آقا یا زیرنویس بذار، یا 5 دقیقه فارسی بگو، 5 دقیقه دوم عربی. ما دیگه مغزمون گریپاچ کرد، یا این کلمه گریپاچ از کجا اومده؟ بله خیلی ممنون. اون ماهی های توی آکواریوم پشت سرتون تکون نمیخورن، فکر کنم مردن دهشون بیاری. چه بلایی هست این. میخواین آکواریوم بذارم پشت کلم؟ اوکی بذار الان برات آکواریوم میارم. آکواریوم یه دفعه گذاشته بودم، این آقای فرزاد نیساری گفت آقا من دارم میخندم. گفتم چرا میخندی؟ گفت من همیشه میدونستم که تو مرز نداری، امروز دیگه دیدم. گفتم چجوری دیدی؟ گفت دیدم یه ماهی از این ور رفت، از گوش این ور اومد بیرون. این ماهی تصویرش پشت سر من بوده، از این ور رفته بوده، از این ور اومده بوده بیرون. گفت من فهمیدم که بین دو گوشت هیچی نیست، خالیه. حالا یه آکواریوم براتون میارم، می‌نویسم آکواریوم. بله این از قدرت آکواریوم و فیش. بله آکواریوم لایو استریم، این اصلا داره زنده گذشته داره پخش میکنه، چقدر هم خوشگله. به 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 کوسه هم بیارم. بله بیا اینم آکواریوم برای شما، گل گلاب. حمایت یادتون نره، مردم از بس به شما گفتم حمایت. بله اینه، یه لحظه میارم، ولی خیلی کار داره میدونی. آخه وقتی این آکواریوم رو روشن میکنی فشار میاره، میدونی آدم که میشه 50 فشار میاد به 50، این فشار میاره به ویدیو کارت ما، با وجودی که ما ویدیو کارتمون قوی هست، ولی ما ویدیو میکس اینجا داریم، اسکایپ آماده کردیم برای آقای لادن، اینجا داریم فیسبوک نشون میدیم، دوباره روی فیسبوک دیگه نشون میدیم، داریم نشون میدیم برای مردم تیوی دات کام، داریم ضبط میکنیم برای آیندهمون. خب این بدبخت دیگه گیریپاچ کرده. من بهتون نشون بدم اینو که خدای ما از دست اینها چی کار کنیم. سالها پیش یک نفر زنگ زد گفت آقا من 800 دلار میدم اگه شما بگی مرگ بر جمهوری اسلامی. گفتم آقا هیچ اشکالی نداره، من اگر این کارو بکنم بعد میترسم نفر بعدی بگه آقا من اینقدر پول میدم، اگه اون نمیدونم گوینده شلوارشو در بیاره اون یکی این خراب بشه. بعدم این همه جمهوری اسلامی احمق گفت مرگ بر آمریکا، آمریکا به کجا رسید؟ به جز اینکه چیزها رو 10 برابر داره پولشو میگیره، که حالا من و شما هی بگیم مرگ بر جمهوری اسلامی. حالا این همه تلویزیونای لس آنجلسی از اون سعید سکویی که از بس فریاد زد غور شد، چی میگن وقتی انگلیسیش چی میشه، خلاصه خفه نشید توی آب. ببین میگن این بلاه، حالا میگی دیگه آقا رفتی تو آب مواظب باش خفه نشید، چی کار کنیم بخورم. یک آقای هست به نام مشتبه واحدی، امروز داشتم یه ویدیوشو نگاه میکردم. مشتبه واحدی رو همون 10 سال پیش روزای اولی که اومده بود آمریکا، من از طریق یکی از دوستان باهاش آشنا شدم، و چون اون موقع این سردبیر آفتاب یزد بود و اینا، این خوبه کتابخونه است فکر کنم، نه خدا من دیگه چشام درست نمیبینه، در هر صورت آدم پری بود، سردبیر آفتاب یزد بود، بعد یکی از طرفداران پرپاقرص کروبی بود و اینها، ولی الان گویا عوض شده. یه مصاحبه‌ای که انجام داده گفت نظرش راجع به آمریکای جهانخوار، نظرش راجع به بهایا اینها عوض شده. ولی اینو میخوام بهتون بگم، حالا از آکواریوم ما رفتیم با آقای مشتبه واحدی، توی این ویدیو داشت توضیح میداد که بعضی وقتا این مجریای تلویزیون
برای خوشایند اونایی که حاضرن یا دارن برنامهشون رو میبینن مجبورن حتی خودشون رو عوض کنن. و این میگو که این کار خیلی بدیه و ضرر زده به جامعه ما و اینها. و یه بار دیگه هم میگو که حالا بعضی از اینا هم از اینوری هستن اومدن به اصطلاح صراحت که در آلمان و اروپا و آمریکا میبینن با وقاحت اشتباه گرفتن و فکر میکنن اگه میخوان مثل آمریکایی صریح باشن، صراحت داشته باشن، وقیح میشن. و صحبتاش به نظر من قابل دیدن هست، حتما برید نگاه کنید. میگه آقا یکی پشت گذاشته تشکر کرده از مردم آمریکا بابت به آتش کشیدن پرچم آمریکا و نوشته به خاطر کرونا امسال روز قدس نتونستیم پرچم آتش بزنیم، شما زحمت ما رو کشیدید. ببینید آقای یوسفی، این کامنت ها حقیقتا نشون دهنده شخصیت افراده. شما ببین آقای مانی خورسندی 4 تا کامنتشو که بخونی میبینی یه آدم خوش سلیقه طنازیه، طنز میگه، متوجه میشی دیگه. لازم نیست خودش بیاد تو زندگی نامش بگه من مانی خورسندی نمیدونم طناز هستم و طنز نویس هستم و شاعر هستم. کامنت ها اینو نشون میده. اتفاقا همون آقای واحدی هم، مجتبی واحدی، تبلیغ مجانی برای ایشون، چون گفت دیگه با تلویزیون ها و اینا مصاحبه نمیکنه، برید بیشتر ویدیوهای خودشون رو ببینید. و یه روز به این نتیجه همه میرسن که مصاحبه با تلویزیون ها هم فایده ای نداره. میگم آقا طرف به من زنگ میزنه میخواد بیاد برنامه بذاره راجع به کلیمی یهودیت، میگه ما اشکال نداره موزیک خودمون رو بذاریم. میگم نه چه اشکالی داره، ما راجع به اسرائیل صحبت کنیم. گفتم چه اشکالی داره، بیا صحبت کن، منم نظرم راجع به اسرائیل میگم، شما بیا راجع به تورات بگو، منم میگم. آقا تو همین تورات ما شیرازی ها میدونی که 50%مون جودی. میگم آقا تو همین تورات و تلمود و اینای شما نوشته شما قوم سرگردان هستید، حالا خدا گولتون زده گفته شما قوم برگزیده هستید، میبرمتون بهشت، به همین خاطر هم ولتون کرده تو صحرای سینا، گفته برید همون بهشت اون آخرشه. جالبتر اینه که آقای موسی که مهندس بوده اون زمان و کاخهای آنچنانی فرعون رو کمک کرده ساخته، راهی رو که 2 هفته میشه پیاده دور بزنی، این 40 سال قوم چیز کرده بوده، دور خودشون میچرخیدن که تو اون 40 سال چه اتفاقی افتاده. برای این آقای ربای بیاد صحبت کنه. و این برنامه تلویزیونی بعضی ها میگن مثل قوطی کرمه، شما وازش که میکنی، ما قوطی کرم سراغ نداشتیم. تو آمریکا قوطی کرم به خاطر اینایی که میرن ماهی شکار میکنن، بعضی وقتا میرن از یه جای قوطی میخرن، کرم میخرن تو قوطیه، وقتی بازش میکنن درسته میخوان یکیشو بزنن سر این قلاب، ولی 10 تاش راه میفته میره. فکر کنم از اونجا اومده و الا ما دیگه قوطی کرمی سرا نداریم، مگر اینکه طرف بخواد کرم بخوره. یه مدت شایع بود که گوشتای مکدونالد گوشت کرمه، طرف اومد گفت آقا اگه گوشت کرم باشه که نمیتونن بفروشنش 1 دلار، با بفروشنش 10 دلار، چون نمیدونم پروتئین کرم اینجور و اونجور و فلان اینها. و اما کرم توی جنگ اولین سالایی که کنسرو درست میشه، جنگ های آمریکا، کنسروایی که میفرسن گوشت بیف، گوشت گاو و اینا بوده، چون پرزرواتیو، چیزایی که تازه اینا رو نگه داره، نمک که بهترین شه، کم میزدن و اینها، بعضی از اینا خراب می شده، بوی تعفن می داده و بعضی هاش کرم می زده. حالا شما من بگو که توی یک قوطی بسته این چجوری به اصطلاح کرم به وجود میاد، کرمی که احتیاج به خاک داره، به هوا داره اینها. من دیروز داشتم این موهای گوش خودم رو می دیدم، کم کم به وجود خدا شک کردم، از اون و به فلسفه داروین هم شک کردم. گفتم ما اگر پیرو خدا باشیم از خدا می پرسیم آقا شما چرا این گوش رو انقدر مو گذاشتی تو دماغ، انقدر گوش نمیدونم دوربر آلت تناسلی انقدر مو میگی، میخواستم پشه نیاد مزاحمت بشه. ما میگیم خیلی ممنون، میگیم خب آ خدا شما این همه سال یه نگاهی به این پایین بکن، ما که دیگه لخت و اوریون راه نمیریم که پشه همینجور رو آلت تناسلی باشه و فلان اینا، چرا دیگه این موها رو چیز نمیکنی؟ پس این خدا رو فعلا بذاریم کنار. و اما امروز آقای ارشاد برنامه زنده نداره، چون 2 هفته برنامه زنده گذاشتن. من بهشون گفتم من فکر میکنم برنامه های شما چون جنبه پژوهشی داره، تحقیقی داره و
و بعدم به صورت لکچر میخوان یه چیزی رو بگید، به نظر من برنامه های از قبل ضبط شده بهتر است. ایشون گفت حالا من باز با شما تماس میگیرم، اینجا هستیم ما، هر کی بخواد میاد چی میکنه. ولی آدمی نیستیم که به دروغ به طرف بگیم آقا بیا چون میخوای به ما پول بدی بیا. در اصل این فلسفه خدا پس فعلا بذاریش کنار، میام سراغ آقای قضیه داروین. این داروین هم اگه گفته ما بشر رو به نمیدونم پیشرفت هستیم، به همین دلیل قبلا نمیدونم جدمون پشمالو بود میمون بود حالا مو نداریم، خب آقا این همه مو برای چیه؟ بعد ابروها چرا وقتی پیر میشیم اینجوری میاد بالا؟ هی میگن موهات میریزه. آقا موهامون نمیریزه، والا بلا موهامون نمیریزه، موها از اینجا رفته پایین از دماغ و ابرو از گوشمون در میاد، اصلا تعدادش کم که نشده هیچی، زیادم شده. حالا به جای آمار سرشماری یا آمار موشماری میکنیم. 22 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای لادن تا بلکه یه کم هم بحث رو بیاریم روی موضوعات و یه چیزایی که شما احتمالاً دوست دارید. و اما بیا شما نگاه کن، این پلیس ای آمریکا حالا میگه آقا وایس، من بهتون نشون بدم از اولش یک لحظه. این پلیس آمریکا، این تو توییتر سلکت با خودتون رو بذارید جای این پیرمرد، با اطمینان داره میره به طرف پلیس. حالا یه کلاهی هم دستشه، احتمالا این یا دوچرخ سواره یا موتور سواره. نگاه کن، ببین میخواد به این پلیس احمق دست بده، چنان زد تخت سینهش پرت شد رو زمین، سرش خورد به سیمان پشتش. حالا هم یکی دو تای دیگه شون میخوان چیز کنن، اینا گفتن آقا زنگ بزنید. بله اونا اومدن میگن، مردم میگن بابا با زنگ بزنید به آمبولانس، آمبولانس بیاد. خب این آمریکا وقتی که شطور بود به یک قاز، وقتی که این نادان اینجا 20 دقیقه ای ما واقعا از این جاده اگه بریم 18 دقیقه نشسته تو کاخ سفید، از ترسش رفته توی اون شایعاتی هست که کاخ سفید زیر زمینش راه داره به خونه های این ور خیابون اینا، حتی یه خونه سنگی هست اونجا میگن اگر طوری بشه اینا فرار میکنن. حتی وست ویرجینیا یه جایی درست کرده بودن میگفتن اگه اینجوری بشه یکشون میبرن اینجا یکشون اونجا، که یه خبرنگاری رفت به چیز کرد و اینا. از ترس چون نوشتن عکس گذاشتن، بذارم عکس رو بهتون نشون بدم، نقاشی کردن که رفته زیر میز توی بیسمنت قایم شده، گذاشتم today یه چیزی می نیستم که یادم باشه، بعد موقع برنامه یادم میره. today عکس نوشتن، فوتو نوشتن، نمیدونم خدایا کجا رفتی ایداد بیدار. من خواستم عکس نوشتم، حالا جالب عکس‌ها رو که رو دسکتاپم همه جا رو گرفته بود بردم گذاشتم اونجا. بذارید اینجا من بهتون اینجوری بزنم ببینم میاد بیرون. بله آمد، فولدر هستش ها، بازش نمیکنه به من نشون بده. بی حیا، این بی حیا. اوکی زیر میز، بله این عکس زیر میزیه. این حاج آقا ترامپ رو نگاه کنید، چون میدونید اینجا به این میگن crying old baby، یعنی بچه گریان، بچه مسن گریان. ببینید رفته زیر میز قایم شده، این تاج پادشاهی و این ردا و عبا و هرچی هم رو دوششه، بعد اومد گفت که من نرفتم قایم بشم، من رفتم اون بیسمنت رو کنترل کنم. آقای استیون کوربر آمد گفت که این مثل این میمونه که یه نفر تو شلوارش خرابکاری کنه بعد بگی من که خرابکاری نکردم، من میخواستم شورتم رو امتحان کنم ببینم نگه میداره یا نه. ببینید اینه، شما وقتی ترامپ شده رئیس جمهور آمریکا با اون همه کسافت کاری هایی که انجام داده بودی، دیگه این چیه که فلان آخوند آقا اینجوری بوده حالا شده فلان، آقا دنیا اینجوری شده. شما برو ببین رئیس جمهور برزیل کیه، برو ببین کیه. خب ما
باز برمیگردیم همون جایی که شتر باید به یک قاز، خر قیمت واقعی ندارد. حالا که اینجا هستیم میخوام یه سری عکس و اینا بهتون نشون بدم. بله، من اولا این عکس رو چند مدت پیش گرفتم برای دوستم آقای پتیکم فرستادم، گفتم آقا این تو آمریکا چجوریه، هر کی میاد وقتا میگم هر که آمد اماراتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری بسپرد. اینجا چجوریه، نقش مقشه ندارن؟ نگاه کنید دوستان، واقعا اگه یه همچین کاری، میدونید من تو دانشجو بودم تو کارخونه کاشی سعدی، بعد دعوا شد، شکایت شد کاشی حافظ، کار میکردم زرغون و اصلا اینجوری نبود، نقشه بود، چی بود؟ شما نگاه کنید، این اومده یه سوراخ اینجا کرده، نوشته تست دیگه نوستش، این بالا این لوله های فاضلاب و اینها هست، این لوله بخاری و اینها، این هواکش کولره، این یکی باز مال فاضلابه، هر کسی از هر بری دلش خواسته رفته. و واقعا بعضی وقتا اگه اینا رو ببندن و شما بخوای یه کاری انجام بدی، البته خب دیواراشون هم چیز نیست، فوری میکنن و درستش میکنن. بله این عکس ها رو یه چند تا بهتون نشون بدم، بذارید این خاموش کنم کلا، حالا که جمعه هم هست اینا رو تمیز کنیم، کمرای سه رو داشته باشیم که با یک تیر دو نشان زدن، و این هم ما گذاشتیم رو صفحه اصلیمون. دلیلش اینه که دیدید جمهوری اسلامی اومده بود 22 تا چیز گذاشته بود اینجا برای 22 بهمن، این یه آدم خوش سلیقه ای سربازای هخامنشی گذاشته اینجا، و بعدم این فروهه رو گذاشته، فیلم های مستندی هست که نشون میده این فروهه و اون آثار باستانی مکزیک، اون آثار باستانی مصر، اینها اصلا کار بشر نیست، اینها کار افراد خارج از کره زمین هست که آمدن. این رو هم قبلا نشون دادم، بازم نشون میده، میگه کشتن، کشتن این شیخه با شمشیر و زیر پرچم الله اکبر عربستان سعودی، این یکی با خنجر و زیر پرچم داعش. آها این آقای علی رضا، نه این علی پاتریک پهلوی هست، پسر علی رضا پهلوی. من دو تا مصاحبه با ایشون داشتم و توی اون مصاحبه ها این به من بهش گفتم آیا شما شاه و مسئولین حکومت شاه رو به اصطلاح مسئول قتل پدرتون میدونید؟ گفت نه، اصلا پدر من چیزش تصادف بوده و هواپیماش گویا اینها مسافر داشتن، مسافر حالش خوب نبوده، میخواستن از یه راه دیگه برن و بنزین تموم کرده و گفت حتی رفته. ولی دیروز دیدم توی یکی از وبسایت ها راجع به ایشون بود، نوشته وی در مصاحبه ای با روزنامه همشهری گفت که پس از خروجش از ایران مدتی برای مجله های پاریمچ و اکسپرس می نوشت که با دخالت رضا پهلوی آمریکا اخراج شد، سپس مجبور به گدایی در خیابان شد تا اینکه فردی اتاقی برای اقامت وی در اختیار او گذاشت. وی همواره عمویش محمد رضا پهلوی را بانی مرگ پدرش می دانست. اصلا اینجوری نیست، و خود این آقای علی پاتریک به من گفت که رفته وقتی ایران بوده اون مسیر رو رفته و گویا بنزین تموم کرده، که یکی آدم خندش میگیره، خب مگه هواپیما هم وقتی میخواد مسیر عوض کنه طرف نمیفهمه؟ اینجوری یه کسی اینجا رفته بود هواپیما خریده بود، بهش میگفتن آقا تو که بلد نیستی چی اینا، گفت آقا این هواپیمای یه موتور تری روشنش میکنیم اسم موتور گازیه، بعدم من فقط میخوام از اینجا برم کازینو، رو سر رود 50 میپرم، اونجا که رسیدم فرودگاه رو میبینم میرم پایین. شاید داداش شاه هم اینجوری پریده. در صورت منتظر هستیم یه روزی باز دوباره با آقای پاتریک، علی پاتریک مصاحبه ای داشته باشیم. و اما این کمرای دو رو هم بهتون نشون بدم، میگه واقعا برات متاسفم، یه روده راست توی شکمت نیست که خنجر زده، این مال ویتنام بوده، هرچی بوده با ایرانیه که چیز کرده. این کسایی که کارتونا و عکس ها و اینها رو هم میدارن عوض میکنن، دربارش خیلی صحبت ها شده که وقتی هم یقشون میگیری میگن که ما از اون کار الهام گرفتیم، در صورت که کپی زده، اصلا برداشته عین اونو گذاشته روش ایرانی نوشته. و فقط برای که بهتون بگم طرفداران ترامپ مخصوصا سفیداش چقدر low educated، یعنی بی سواد هستن، این عکس ها رو نگاه کنید،
اینا یه سری عکس یه سری تیشرت چاپ کردن که بدن به یه سری سیاپوست و سیاپوستا به خاطر اینکه مجانیه اینا رو بپوشن کسی رو گیر نیاوردن، حالا خودشون پوشیدن. میگه بلکس فور ترامپ، این مرده بلکس فور ترامپ. اینا هم نوشته هل ام بلک اند ترامپ فلان، میگه بله من سیاپوستم و برای ترامپ. همه چیزای ترامپ همینقدر حقیقت داره که شما دارید اینجا میبینید. اگر کسی طرفدار مجاهدین، تو برنامه قبلی گفتم، بیاد و صحبت کنه، اگر کسی طرفدار ترامپ هست بیاد توی این برنامه صحبت کنه که ما ببینیم بین دو گوش این دوستان چی قرار داره. آقای سیاوش محمدی نوشتن که بله جناب سربی، مصاحبه علی پاتریک با سیاوش اوستا خیلی جالب است، قسمت جالبش نفرت علی پاتریک از سلطنت است. بذار من یه چی به شما بگم. اولا فکر کردم شما مصاحبه منو با این پیدا کردین، میخواین لینکشو بذارید. دوستان ما با داشتن این دوستان احتیاج به دشمن نداریم. چقدر خودمون تبلیغ این و اونو میکنیم، مردم میفرستیم برو آقا مجتبی واحدی رو ببین، برو صفحه گویا نوشته آقای لادن رو ببین. وقتی هم خودمون خسته میشیم دوستمون میاد، آقای سیاوش محمدی، مردم رو میفرسته برن آقای سیاوش اوستا. سیاوش اوستا، حسن عباسی، اصلا شما بری یکم ویدیوهاش رو نگاه کنی میفهمی این آدم هم اوکی. و با اونم من چند تا مصاحبه داشتم. ولی علی پاتریک، من به شما بگم، به نظر میاد که یا ایشون مواد مخدر استفاده میکنه یا در جوانیش انقدر استفاده کرده که یک کمی فکرش به اصطلاح درست نیست. حالا اگه ایشون هم نظری داره میتونه بیاد صحبت کنه. لطف کنید دوستان توی یوتیوب بنویسید سربی خط فاصله یا سربی فقط فاصله علی پاتریک یا پاتریک نمیدونم علی پاتریک پهلوی، اون مصاحبه رو لینکش بذارید اینجا برای دوستانی که ندیدن. و اما میدونید که توی آمریکا این ماجرای کمبود کاغذ توالت و اینا خیلی جوکا دربارش ساختن. یکی از اونها این بود که میدونید بیت کوین یک واحد پول دیجیتالی هست. اینجا نوشته بات کوین، بات یعنی باسن. جالبه اینا میگن بات، ما میگیم باسن، خیلی نزدیکن. بات کوین یعنی از این به بعد شما میتونید مثلا 3 تا دستمال کاغذی ببرید یه جایی بدید. و یه چیز جالب براتون بگم، یکی از این فروشگاه ها و رستوران هایی که شما خوراک ازش میخرید میارید، چون الان هنوز نمیتونید برید داخل رستوران، اگه رستوران بیرونش جای نشستن داشته باشه محیط باز میتونید برید که همه ندارن، اگه داشته باشن هم یه روز بارون، شب اینجا طوفان بود، یه روز گرماست مثل امروز 100 درجه، همیشه قابل نشستن بیرون نیست. ولی خوراک هم میتونید ببرید. از روز اول رستوران ها قسمت تیک آوت یا بیرون ببرش بسته نشده. وقتی که خوراک و اوردر میدی چیزاتونی که میذاره یه بسته کاغذ توالت هم میذاره، فکر خوبیه. همون جوری که قاشق چنگال یه بار مصرف همراهش میذارن، خب اینم ممکنه یه نفر پارکی باشه، جایی باشه و احتیاج باشه، یا خونش نداشته باشه، حالا که خوراک میخوره فکر بعد از خوراکش هم بکنه. یادمه سالها پیش من توی یه جلسه بودم، دوستان هی صحبت میکردن که آزادی اندیشه نیست در ایران، آزادی بیان نیست. ما قرار بود 2 دقیقه 3 دقیقه صحبت کنیم، وقتی نوبت من شد گفتم آقا کی میگه آزادی اندیشه نیست در ایران، کی میگه آزادی بیان نیست؟ اینایی که حاضر نیستن حتی جمله طرف تموم بشه سرخ شدن دستشون بالا کردن که بگه ما گفتیم ما گفتیم. گفتم آقا صبر کن. این سرفایی که میکنم مانی خورسندی میگه آقا میترسم کرونا داشته باشی. نه آقا، گلوم خوش میشه. من اولین گوینده تلویزیون ایرانی هستم که 20 سال پیش آبجوم رو آوردم گذاشتم و خوردم. مثلا من اگه بیرون میخورم تو رستوران میخورم، چه تو تلویزیون نخورم. و اونایی که منبر نمیدونم چی میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، اگه کاری بده خجالت میکشیم، نباید بیرون انجام بدیم. خلاصه چی داشتیم میگفتیم؟ یادم رفت. اب نداره، وقتی یادم اومد براتون میگم.
حالا طرف میگه آقا این آلزایمر گرفته. دیدم یه خانم هنرپیشه ایرانی آلزایمر گرفته، اول عکساش مال جوونیاش بود، گفتم آخ این بیچاره جوونم از آلزایمر گرفته، بعد دیدم نوشته تولد 1331 بازم جوونه. ولی بعضی وقتها خبرها رو دوستان ایرانی دیگه خیلی تیتیش مامانی به اصطلاح منتشر میکنن که فلانی کار سینما را رها کرد به خاطر آلزایمر. نه عزیز من، تو سینمای ایران که به اصطلاح پارتی بازی هست و سکس بازی هست و خودشون 10 تا تا حالا فیلم گزارش مستند دو صحبت کردن، طرف تا یکم پیر میشه مخصوصا خانم ها میره کنار، به جاش ببخشید یه جوکی هست میگفت طرف 100 دلار میداد مثلا 5 تا 20 دلاری میگرفت، این کارگردان ها و اینها یه خانم 60 ساله رو میدن 3 تا جوان 20 ساله میارن داخلش. خب اینم از این. پس لینک ما رو هنوز کسی پیدا نکرده، بریم ببینیم براتون چی گذاشتیم اینجا و در قسمت این. بله به ترتیب بزنم، 7 دقیقه دیگه میبرم تو با آقای دیروز در مینیاپولیس مراسم ختم بود. اینجا مراسم ختم حقیقتا ختم طرف نیست، مراسم یاد بوده، یکی اونجا بوده، یکی تو تگزاس میذارن، یکی تو شهر خودش میذارن و تا کجا حالا دفنش کنن و اینها بماند. ولی این سیاه پوستی که 8 دقیقه و 46 ثانیه اون سیاه سفید پوسته رو گردنش نشسته بود و یکی از پلیسا گفته آقا این دیگه نفس نمیکشه ولش کن، میگه نه اینو گرفتن، اول با جرم قتل درجه 3 بعد شد قتل درجه 2. اینم اینجوریه، وقتی میگیم درجه 3 قتل درجه 2 شدت این زیادتر از اینه، مثل قتل درجه 1 دیگه نمیگن قتل درجه 1 میگن به جرم قتل، و دارن حالا تلاش میکنن که بشه قتل درجه 1. قتل درجه 1 یعنی قتلی که طرف از پیش براش برنامه ریخته باشه. همه میگن آقا این که برنامه نریخت، میگن آها اونجایی که دیگه اون بهش گفت این نفس نمیکشه و این گفت بیخیال، از اون موقع این برنامه مردن اینو کشیده بوده. گفتم اتون تو آمریکا بالاخره یه تقانونی هنوز مونده تا ببینیم ترامپ میتونه اینو از بین ببره و من و شما باید بریم یه کشور دیگه یا به خیر میگذره. به پتی گفتم بابا ایران 43 سال پیش انقلاب شد در رفتیم اومدیم اینجا، اینجا 240 سال پیش انقلاب شده ما نفهمیدیم اینجا خرابه، بریم یه کشوری که انقلاب نشده. میبینم دوستان هنوز این مهاجرت با تبعید اشتباه می‌نویسن. یه نفر نوشته بود دوستان ایران ایرانی تبعیدی در مصاحبه‌هاشون نوشتن آقا شما که فعال سیاسی ما هستی هنوز میگی ایرانی تبعیدی و نمیفهمی، فهم و شعور نداری، ما مهاجریم، ما تبعیدی نیستیم. اگر آخوند یه روزی یه ایرانی رو تبعید کنه به آلمان، تبعید کنه به آمریکا، تبعید کنه به استرالیا، حتی تبعید کنه به دبی، تبعید کنه به چیز، همه تو صف وای میسن میخوان تبعید بشن. تنها کسی که تبعید کرده بود این شاه بود، خمینی رو تبعید کرده بود به عراق و ماجرای اون که دیدید تبعیدش هم چجوری برگشت و یقش گره. بله این مراسم ختم این آقا و نمیدونم اینا دیروز بود، چند نفرم اومدن صحبت کردن و شعار دیروز شد این: زانو از گردن ما بردارید، آغاز سوگواری بر تابوت جورج فلوید. مقاله مربوط به تاثیر منفی هیدروکسی کلورین کلوروکین و بیماران کرونایی حذف شد. میدونید که این ترامپ نادان آمد گفت که من این قرصا رو میخورم، بعضیا گفتن دروغ میگه، بعضیا گفتن که اگرم میخوره باید بپرسیم کدوم دکتر به تو نسخه داده، تو رئیس جمهور آمریکا هستی، مردم دکتر گرفتن 24 ساعته گذاشتن اونجا، حتی با ماشین که میره دکتر اونجاست. شما برید این ماشین 20 رو نگاه کنید، 20 یعنی قول مثلا، برید نگاه کنید ببینید چه وسائلی داره، یه بیمارستانه. اون وقت مردی که میگه من خودم سر خود رفتم، بعد فرداش گفت نه به دکتر گفتم دکتر نوشته این اصلا. بله کرونا در جهان، آمار روزانه مرگ و میر در بریتانیا از کل اروپا بیشتر است. شنیدم تو ایران به خاطر اینکه مردم یادشون رفته دوباره و گویا 15 خرداد و اینا مردم باز میرن شمال زیاد شده و دولت گفته اگه اینجوری بشه دوباره محدودیت‌ها رو برمیگردونیم.
آمریکا مجموعه رزمایش مدافع اروپای 20 را از لهستان آغاز کرد. بیانیه وزیر امور خارجه فرانسه در سالگرد بازگشت فریبا عادل‌خواه. این آیا فریبا عادل‌خواه هم جزء اینایی بوده که عوض شده یا نه نمیدونم. اگه کسی در این مورد هم میخواد صحبت کنه بیاد و صحبت کنه. اجازه بدید من مقاله آقای لادن رو بیارم اینجا و به شما هم روی فیسبوک نشون بدم. اینجا این آرتیکلش هست، بله، کاپی لینک آدرس و اینجا بنویسیم. خیلی ممنون آقای محمدی عزیز، مصاحبه سربی با علی پاتریک پهلوی. برید ببینید این چند سال پیش بوده، من با ایشون مصاحبه کردم و توی اون ازش میپرسم دقیقا که آیا شاه باباتو کشت، مسئولین و فلان اینها، و میگه نه همچین چیزی نبوده. این هم مقاله آقای رومینا را پدرش نکشت، اینا آقای امیر حسین لادن نوشتن. و بذارید من این مقاله رو پیدا کنم. اون به اصطلاح میگن قطعه اول، اینا میگن پاراگراف، میگن به فارسیش باید بگی قطعه اولش رو من میخونم، بعد چند تا سوال رو از آقای لادن میپرسیم که ایشون هم مثل همیشه لطف میکنن و جواب میدهند. خب پس اینجوری ما این خیلی واقعا کار دارم آدی، خودم هم گیج میشم این همه کار. البته نه، باید تا اونجایی که میتونیم این کارا رو انجام بدیم و نگیم پیر شدیم یا پیر میشیم و اینها، بتونیم همینجوری ابراق و زرنگ باقی بمانیم. بله ببینید الان من اینجا اینو باز کردم، با این روی صفحه دیگه بذارم. یه مدت بود یه کامپیوتر چهارم هم داشتم ولی بعض وقتا یادم میرم. الان من فقط با سه تا مانیتور استفاده میکنم، 3 و 29 هست. و میریم سراغ آقای امیر حسین لادن. سعی میکنم در ضمن برنامه ایشون صفحه فیسبوک ایشون رو نشون بدم، شماره تماس، حتی شماره واتساپ که میتونید از ایران تماس بگیرید رو نشون بدم، وبسایت اندیشکده رو نشون بدم. یعنی ما سعی میکنیم یکی که میاد اینجا خودشون و سازمانشون تشکیلاتشون مسئول باشن، مگر اینکه شما نتونید با اونا تماس بگیرید، مشکلی باشه اون وقت ما میایم و میگیم باشه، ما سعی میکنیم که ارتباط رو برقرار کنیم و از اونجا با دوستان. بله افکت دو، نه اشتباه کردم، باز با آقای چی صحبت کردم، نه آقا میخوام با آقای لاده، اونم داره میخنده. من عجب بلایی هستی، فیسبوک رو صفحه قبلی میمونه، فیسبوک نه چیز بگید دیگه اسمش، اسکایپ، روی آخرین نفری که باش صحبت کردید میمونه. و با این بود که رفت آلمان. بذارید من ببینم، اجازه بدین یه سوالی داریم، اینجا داره برنامه پخش میشه، من اینو ببندم، عذر میخوام از شما. و فکر کنم به دلیل گرما من یه کمی قوطی کردم، هرچی هم سعی کردم لباس کم بپوشم که اذیت نشم، ولی گرما مخصوصا با شرجی، میدونید که اصلا اون چیز حقیقیش هم میره بالا و یه درجه دیگه ای میشه. خب اجازه بدید که آقای لادن شما یکم صحبت کنید، من ببینم صداتون. حتما سپاسگزارم، درود بر شما، درود بر بینندگان تلویزیون مردم و هم میهنان. بسیار ممنونم. خب دوستان عزیز، با سلام به آقای امیر حسین لادن و خوش آمد به ایشون، مخصوصا در این هوای گرم. ضمن تشکر از اینکه مقاله ها رو دوستان در اندیشکده آگاهی و شناخت ارسال میکنن به صورت مرتب، من چون خودم آمدم و عضو شدم یا آبونه شدم یا سابسکرایب شدم،
خود من این نوشته ها رو هم میگیرم و خیلی خوبه، یه کار دیگه از دست اونها برداشته میشه و خودمون به اصطلاح میتونیم تا اونها پست میکنن یا آپلود میکنن ما ویدیوها رو ببینیم. ویدیوهای خوبی امروز صبح گرفتم که به عنوان کاور پیج گذاشتم روی صفحه اول مردم تیوی، برید ببینید و خیلی جالبه. این ویدیوهای کوتاه یک دقیقه دو دقیقه‌ای گاهی وقتا موثرتر از ویدیوهای مثل منه که دو ساعت میام حرف میزنم و حوصله بعضیا رو به اصطلاح چی میگن حوصله‌شون نمیشه نگاه کنه. آقای لادن، شما مقاله‌ای نوشتی در خبرنامه گویا به نام رومینا را پدرش نکشت. اگه اجازه بدین من این قسمت اولش رو بخونم، بعد یه چند تا سوال از شما داشته باشیم و شما هم مثل همیشه لطف میکنید سوالا رو پاسخ میدید. اگر کسی هم توی فیسبوک سوالی یا نظری داره اونجا مرقوم کنن، من میخونم شما جواب بدید. موافق هستید؟ سپاسگزارم، حتما. بسیار ممنون. من این صفحه نوشته شما رو نشون میدم. فاجعه رومینا تنها قتل یک نوجوان 13-14 ساله نیست، در همپاشی چند خانواده درگیر ماجرا نیز نیست، بلکه لکه ننگیز شرماور بر دامن جامعه با فرهنگ فرسوده سنتی مرد سالار، جامعه ای که نیمی از ساکنانش خود را قیم و بزرگتر نیمه دیگر می داند، جامعه ای که گرفتار یک توهم پوچ و بیپایه است که زن کمتر از مرد شعور دارد. دو عاملی که پایدایش و برقراری این پدیده را رقم زده اند مرد سالاری و مذهب است. من حالا این سوالا رو میام خدمت شما میپرسم و شما لطف کنید و پاسخ بدید. اجازه بدید اینجا بعد. آها، شما توی این مقاله دو عامل مرد سالاری و مذهب را باعث پیدایش و جا افتادن این مشکل میدونید. میخواین یه مقداری درباره این صحبت کنید یا سوال اولی رو بچسبونم به این؟ عالیه، همین اگه اجازه بدین از همین شروع کنیم. بفرمایید. ببینید این دو عامل، اگر نخست نقش مرد سالاری رو و ادامه مرد سالاری که پدر سالاری مرور کنیم، شروع خوبیه. مرد سالاری برتری اعمال قدرت و حاکمیت مرد بر زن هست. پدر سالاری که بخشی از مرد سالاری ادامه برتری جویی مرد. ما یه تصویر ساختگی از زن به وجود آوردیم، تبعیض جنسی، منزلت پایین زن، اینا زائیده این دوتا هست، یعنی مرد سالاری و پدر سالاری، و ریشهش در سنت و مذهب. در مرد سالاری و پدر سالاری اطاعت زن از مرد، قوانین ارث، بقای نام خانواده، همه از سنت‌های اجتماعی مذهبی هستند. توی مقاله اشاره شده به این که چگونه مذهب برای پیشبرد مقاصدش نیمی از انسانها رو، یعنی زنانو، در اختیار نیمه دیگر، یعنی مردان گذاشته تا با این کلک بتونه 50% از جمعیت رو جلب و جذب کنه. مذهب با استفاده از غریزه حیوانی بشر، شکم و تنبان، و حرص و طمع انسان، با برتر شمردن و سوار کردن مرد بر زن وارد کارزار میشه. در آغاز زن رو میکوبه، ناقص العقل میخونه، کم عقل و ناچیز میشماره، حتی واژه عورت رو در مورد زن به کار میبره که واقعا شرم‌آوره. معنی عورت در واژه‌نامه فارسی اینه که، همون عین اونو براتون بگم، امریست که انسان از آن شرم داشته باشد. جنس زن، حالت تناسلی، عضوی که انسان از روی شرم و حیا می کوشاند. واقعا شرم آورد.
با در نظر گرفتن فلسفه شکم و تومان و کیسه کاملا قابل درکه که چگونه مردها در کمال خودخواهی و دربست به مذهب پیوستن. مردهای پشتیبان آسمانی داشتن. زن در برابر زورگویی خدایان چاره جز تسلیم نداشت. زن محکوم به زندگی نیمه بردگی شده بود. از یه طرف وظیفه داشت که خورد و خوراک مرد رو تهیه کنه، خانه‌داری کنه، هر موقعی که مرد خواست و اراده کرد او رو ارضا کنه، فرزندانش رو به ثمر برسونه، و از طرف دیگه از حقوق برابر برخوردار نباشه. نه تنها در ارث و ثروت سهمش کمتر و ناچیزتر بود، بلکه حتی زمانی که اجازه اشتغال به کار دریافت میکرد، درآمدش در کار و شغل نیمی از درآمد مرد بود. فکر کنم نقش و موقعیت زن رو از دید روحانیت بررسی کنیم، بخش دوم این پرسش رو جواب دادیم. البته یک بار در یکی از برنامه هامون این بخش رو با هم مرور کردیم، ولی از نظر من تکرارش بسیار ضروریه. سه تا از شخصیت های بسیار بزرگ جامعه روحانیت رو با هم مرور کوتاهی میکنیم. اولیشون اسمش هست ملا صدرا، یک فیلسوف بزرگ جامعه روحانیت. این آقای فیلسوف معتقد بود که خدا زن رو به صورت یک وسیله و ابزار در حد حیوانی برای بهره برداری مرد آفریده، و این دقیقاً هم نوشته خودش رو اینجا براتون بخونم. میگه خداوند برای کمک به انسانها حیوانات را آفریده. برخی از این حیوانات برای زیستن و برخی برای بار کشیدن و برخی برای سوار شدن، بعضی برای تجمل و آسایش، و برخی مانند زنان برای نکاح و آمیزش می باشد. این فیلسوف بزرگ جامعه روحانیت. نفر دوم شیخ فضل‌الله که میگه مصرف مشروبات الکلی، فاحشه خانه و احداث مدرسه دخترانه خلاف شرعه. اینجا توجه کنیم که مدرسه دخترانه رو گذاشته در حد فاحشه خانه. وقت جمهوری اسلامی چنین شخصی رو اسمش گذاشته شیخ فضل الله شهید فضل الله نوری، و یک بزرگراهی رو در تهران به نام این آقا کرده. نفر سوم سید حسن مدرسه که از متفکران بزرگ روحانیت، و جالب اینجاست که الگو و استاد ولایت فقاهتیه. در مجلس یک دونه لایحه آوردن که حق رأی بدن به زنان، و این آقا در این مورد سخنرانی میکنه و میگه آخر ما هر چه تأمل میکنیم میبینیم خداوند قابلیت در زنها قرار نداده که لیاقت انتخاب کردن را داشته باشند. اینها از آن زمره‌اند که عقولشان استعداد ندارد و در حقیقت تحت قیمومت قرار دارند. چگونه ممکن است به ایشان حق انتخاب کردن داده شود؟ سپاسگزارم. ممنونم از شما. اینجا برق ما رفت و برگشت، ولی برای من جالبه که اینجا تا یه بارون میاد برق قطع میشه، تا هوا گرم میشه برق قطع میشه. شما که در منطقه هستید که همیشه گرمه، چجوریه که اونجا به اصطلاح این مشکل رو حل کردن و احتمالا این مشکلات رو ندارید؟ چون اگه داشته باشید که خیلی ناجور میشه. ممنونم از توضیحتون. آقای لادن توضیح بدید برای ما که چگونه مرد سالاری و مذهب چنین بلایی رو سر ما آوردن. حتما، پرسش خیلی خوبیه. ببینید بعد نگاه کنیم به این که من میتونم اصلا با این کار شروع کنم. اجازه بدین که یه بخشی
از مقاله‌ای که 10 یا 11 سال پیش منتشر کردن بخونیم، اینو فکر کنم بازش میکنه. این توی گیوم است. زنان در غرب به طور نسبی از مزایای بیشتری برخوردارند تا کشورهای در حال توسعه و سنتی، برای مثال چین، هندوستان، ترکیه، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان و کشورهای در حال توسعه و مذهبی. فرزند پسر به فرزند دختر ترجیح داده می شود. این طرز فکر زاییده عوامل فرهنگی، مذهبی و اقتصادی. اینو میخوام با هم نگاه کنیم. در بعضی کشورها فقط پسر میتواند وارث زمین باشد. سهم ارث پسر 2 برابر سهم دختر است. پسر عصای دست پدر مادر در پیری است. دختر پس از ازدواج به خانواده شوهر تعلق دارد و هنوز در بعضی از کشورها خانواده از نظر مالی نیاز به شرکت پسر در تأمین امرار معاش دارد. این عوامل باعث ترجیح فرزند پسر به دختر می باشد. در رابطه با تبعیض جنسی و منزلت پایین زن، میخوام یک نوشته کوتاهی رو از نشریه لوموند دیپلماتیک برای بیننده ها بخونم. در چین، تایوان و کره جنوبی نبود فرزند پسر به معنای انقراض دودمان خانواده و آیین پیشینیان است. در مذهب هندو از آنجایی که پسر است که از لحاظ سنتی با مرگ پدر و مادرش مسئول آیین خاکسپاری آنان است، نبود او پدر مادر را به سرگردانی جاودانه محکوم می کند. در هندوستان و در چین دختر در نزد پدر مادر فقط به صورت گذار زندگی می کند. با ازدواج آنان را ترک می کند و خودشو وقف خانواده همسرش میکنه و هیچ بعد مدیون به پدر مادرش نیست. روستاییان چینی میدانند که چون حق بازنشستگی دریافت نخواهند کرد، برای روزهای پیری خود باید پسر بزرگ کنند. بر اساس یک ضرب المثل چینی، بزرگ کردن یک دختر شخ زدن زمین دیگری، و ضرب المثل هندی در این مورد میگه یعنی آبیاری باغچه همسایه. سپاسگزارم. خیلی ممنون. من این مقاله شما رو که میخوندم یادم افتاد که یه ویدیوی چند مدت پیش پخش شده بود که یه آخوندی در رابطه با همین که زنها حیواناتی هستن که خدا به این شکل آفریدتشون، بعد یه ویدیوی مکمل آمد که نه آقا، این داشته میگفته که یه کسی همچین چیزی گفته، ولی شما استناد کردین و اصلا صفحهش هم گفتید و اینها. من واقعا داشتم شاخ در میبردم. البته چیز، یعنی از اینها هرچی بگید بر میاد، چیزی که هست گاهی وقتا آدم دیگه فکر نمیکنه که باز هنوز یه همچین چیزی رو گفته باشن و حتی یه قدم پیشتر رفته باشن و نوشته باشن. شما توی این مقاله می‌نویسید که این مشکل فرهنگی مذهبی ما مختص ایران و اسلام نیست. در کشورها و فرهنگ‌های دیگر، الان توضیح دادید که حتی مثلا هندوستان زبر مسئله که برای اینا، برای ما بگید تو کشورها و فرهنگ‌های دیگه هم اینجوریه، اگه نیست چگونه است؟ بله، همینطور که الان بهش اشاره کردم، در این چارچوب حرکت کردیم که در کشورهای در حال توسعه و مذهبی همین بساط هست و دلایل اجتماعی بود که خدمتتون گفتم. و اگه واقع نگر باشیم و نخواهیم خودمون رو گول بزنیم و فرافکنی بکنیم، این دید و برداشت روحانیت که زن
قابلیت و لیاقت و شعور انتخاب کردن رو نداره، در متن جامعهمون جاسازی شده و تصویری که در اذهان عمومی به وجود آورده واقعا در شأن و مقام انسان نیست. ببینید آش انقدر شور شده که صدای علی شریعتی رو در آورده و ایشون میگه که قضاوت عمومی این است که زنها کمتر از مردها شعور دارند. فلان آقا که از تمام خصوصیات انسانی و امتیازات فکری و علمی و اخلاقی فقط مذکر است، به خود حق میدهد راهنمایی کند، دستور بدهد و احکام صادر کند. اما آنچه در مورد مرد سالاری و نقش مذهب و مسئولیت روحانیت با هم مرور کردیم، برای نشون دادن این بود که چگونه این مسئله پیدا شده و استمرار پیدا کرده، نه اینکه بخوایم دلیل و توجیه براش به وجود بیاریم. خوشبختانه دوران بیخبری و ناآگاهی و یه و دیگری سپری شده، دیگه در قرن کامپیوتر شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اگه ما هنوز در این توهم باشیم که زن و مرد برابر نیستن یا زن نیاز به قیم داره، باید مغزمون رو بدیم آزمایش کنن، زیرا یا نادانیم یا گرفتار توهم. من فکر کنم اینجا میرسیم به این پرسش، آیا قاتل نومی، ببینید که قاتل نومینا کیست و چیست؟ رومینا پدر خانوادهش قربانی فاجعه مردسالاری و عوام‌فریبی جامعه روحانیت هست. پدر رومینا فقط وسیله قتله. اون چیزی که باعث این عمل فاجعه انگیز و غیر انسانیه و هزاران رومینا رو قربانی کرده، فرهنگ تخریبی مردسالاری و عوام‌فریبی جامعه روحانیت. این جالبه از دید من که این همون مشکلیه که الان دقیقاً در آمریکا پیش اومده. شما نگاه کنید که اون چهار گمراهی که در لباس پلیس جورج فلوید رو کشتن، اونا وسیله قتل او بودن. عمل قتل نژاد پرستی و توهم برتری نژادی در آمریکاست. تصویر نادرست و ساختگی که طی دو قرن در اذهان عمومی تو آمریکا جاسازی شده. اینو میدونین که من بیشتر از نیم قرن توی مملکت زندگی کردم، درس خوندم، از دو تا کالج و دانشگاه فارغ التحصیل شدم، اینجا ازدواج کردم. از همه مهمتر شاهد انقلاب اجتماعی دهه 60 تو آمریکا بودم و در اون انقلاب شرکت کردم. میخوام نتیجه اونو یک بخشش رو براتون بگم. توی اون انقلاب خیلی از مرزها کمرنگ شد و تغییر کرد. سیاها از نظر قانونی اوضاع بهتر و انسانیتر به دست آوردن، ولی فرهنگ برتری نژادی تغییر اساسی نکرد، زیرا آموزش و پرورش در ادامه نبود برای این کار، یعنی عمدی و هدفمند. یک سرهنگ غلامرضا نجاتی، یک پژوهشگر و نویسنده بسیار خوبی از مملکتمونه، یه جمله کوتاهی ایشون داره به نظر من اینجا کاملا میتونه مورد استفاده باشه. میگه فرهنگ هر ملتی شکل دهنده هویت آن ملت است. اگر فرهنگ اصلاح شود، مردم نیز اصلاح میشوند. و اما به نظر من بر ما ایرانیان برای رهایی کامل از این پدیده پلید و شرم‌آور نیاز به دو گام مشخص داره. نخست آگاهی و شناخت شرایط، یعنی باید انسان رو شرطمند بشیم. دوم باید مروجان این نابرابری ساختگی و مندرآوردی رو
حذف کنیم. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. شما راجع به علی شریعتی گفتید. آقای شاه در مسابقه که با باربارا والتر داشت، با وجودی که فرر رو به عنوان نایب السلطنه خودش انتخاب کرده بود، واقعا اصلا اون خجالت آوره. دوستان برن اون مسابقه رو پیدا کنن، نگاه کنن. شاه میگفت که هیچ وقت خانم ها نمیتونن به اصطلاح آقایون برسن، حتی در آشپزی و خیاطی و اینها. و شما راجع به مرد سالاری و مذهب صحبت کردید، به نظر شما کدام یک نقش به اصطلاح تخریبی تر یا مخرب تر بودن توی جامعه، توی فرهنگ ما، توی جامعه ایران؟ من فکر کنم، البته بهش اشاره کردم، ولی فکر کنم که در ضمن که هر دوشون نقششون بسیار تخریبی و بازدارنده است، نقش جامعه روحانیت خیلی بزرگتر و گسترده‌تر بوده، برای اینکه در آموزش و پرورش ما سالهای سال نقش داشتن و الان هم که متاسفانه بیشتر از 4 دهه هست که تمام کنترل ها در دستشون، یعنی واقعا نقش تخریبی و بازدارنده بوده. امروز صبح من صبح یک ساعت تمام کارنماها و اخبار و خبرگزاری ها رو مرور میکنم. یک دونه ویدیوی کوتاه دیدم که فکر کنم شما و هم بینندگان دیده باشن، مال اتفاقی بود که دیروز افتاد، فکر کنم در بالتیمور، در شهر بالتیمور. یک گروه پلیس مسلح دارن میرن، یک پیرمرد 75 ساله میاد جلوشون، شروع میکنه اعتراض کردن و یکی از پلیس ها محکم میزنه تو سینهش، این میخوره زمین ناخود میشه، بعد میبینه داره از سرش و گوشش خون میاد و اینا از بغلش دارن رد میشه. این اولا من رو به شدت زجر داد و متاثر کرد، ولی شما نگاه کنید به این که چی شده، یعنی درست من رو به یاد یک صحنه انداخت در ایران در تظاهرات و اینکه چجوری به تظاهر کننده ها حمله کردن. یه صحنه بود، یک دختر خانم جوانی که اومده از توی جمعیت بیرون، وایساده جلوی یک در آهنی، پشتش به دره و یه پلیسی هم با باتون، یه افسری این خانم رو میزنه چندین بار و بالاخره یه طوری میزنه که این خانم میفته. این اون صحنه رو جلوی من آورد و هر دوش وقتی نگاه میکنیم، از دید من نمودار اینه که فرهنگ زور، فرهنگ خشونت تو مملکت ما، حالا همجور تو این جامعه، راه در حد پلیس و در حد سیاه‌پوستا جا افتاده. تو فرهنگ ما اگه میگم واقع‌گرا باشیم، توی خانواده بچه ها رو پدر مادر رو کتک میزن، تنبیه میریم مدرسه، تو مدرسه ما رو تنبیه میکنن. این جا میفته، یعنی زور مقبولیت پیدا میکنه و خشونت عادی میشه. بسیار ممنونم از شما. بله، اون ویدیو رو ما توی برنامه امروز نشون دادیم و حالا ویدیو رو با دقت که نگاه میکنید، حتی به نظر میرسه که این پیرمرده میخواد دست بده به پلیسا، یعنی مثل اونای دیگه که دست میدن اینا. البته اینم یه اشتباهه، چون الان به خاطر کرونا نباید به هم نزدیک بشن، ولی دیدیم دیروز هم تو جریان اون مراسم به اصطلاح یاد بود، همه همدیگه رو بغل میکردن و دست میدادن و اینها. و اون بله، اون چیزا رو نگاه کردیم و اون ویدیویی هم که شما میگید، اون دختر خانم پشت در آهنی میزنن، انقدر میزنه تو پاش و اینها، و این ویدیو اون رو تداعی کرد، کاملا درسته. حتی اینجا یه ویدیویی نشون دادن که با ماشین مردم رو هل میدن، باز اون ویدیو رو تداعی کرد که توی ایران با ماشین روی مردم رفتن و واقعا جای تأسف داره که یه چیز. بله، جناب صاحبی، نمیدونم دیدین سخنرانی
استاندار نیویورک رو آقای به نظر کومو. من بسیار جالب بود. بله اولا گفت که چقدر مورد این براش تأثیر انگیز و تأثیر انگیز بود. دوم میپرسید میگفت یعنی چی؟ چطور امکان داره یه انسان این کارو بکنه؟ چرا این کار؟ و چطور اون پلیس های دیگه میان از بغل این رد میشن؟ این واقعا جا افتادن خشونت یه چیز بسیار بسیار غیر انسانی و خطرناکیه. بله این خیلی قشنگ شما گفتین، این جمله رو باید روش که کم بیشتر فکر کنیم که در جامعه ای که خشونت جا میفته اون وقت باید منتظر خطرات بعدیش باشیم. از شما بسیار ممنونم و امیدوارم که در برنامه های آینده بتونیم بیشتر با شما باشیم و از دوستانم خواهش میکنم که من هم وبسایت شما رو گذاشتم اینجا، هم اون مقاله شما رو روی فیسبوک گذاشتم، بخونن، تماس بگیرن، مطالعه کنن و اگر سوالی یا نظری هم داشتن با شما تماس بگیرن و سوالاتشون بپرسن تا در برنامه های آینده پاسخ بدیم. خیلی ممنون که با ما بودید. سپاسگزارم. آخر هفته خوبی رو برای بینندگانتون و همیهنانمون آرزو دارم. بسیار ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم که از اندیشکده.net هستند و دوستان اونجا زحمت میکشن. ویدیوی آخرین ویدیوی کوتاهی هم که درست کردن امروز روی فیسبوک مردم تیوی به صورت کاور پیج هست. خیلی ممنون که ایشون لطف کردن و با ما بودن. اگر این نوشته رو میبینید من گذاشتم به این خاطره که امروز اینجا برق رفت و حالا که برق آمده این سیستم ما درست کار نمیکنه و نمیذاره ما ویدیو آدیو رو درست میکس کنیم. مانی خورسندی میگه آقا کجا رفت این کامنت سلطنت طلب؟ آقای مانی متوجه شدم که هنوز این ببخشید اینجوری میگم هنوز شما خر از گاو تشخیص نمیدید. این مجاهد بود، اینی که آمده بود نوشته بود این شبکه آخونداست توجه نکنید، یکی بهش نیست بگه اولاغ خودت که اینجا هستی، مثل که من برم یه جای ساندویچ بخرم به اونایی که اونجا نشستن بگم از اینجا ساندویچ نخرن، یا ساندویچی که گرفتم به پشتریان بگم از اینجا ساندویچ نخرید. خودش اومده بود اینجا. دوستان عزیز ساعت 3:59 است، من باید یه ترتیبی بدم که برنامه ها بینشون نیم ساعت وقت باشه. من هنوز هم زور میزنم و میخوام به خودم ثابت کنم که پیر نشدم و جوون هستم و مثل 20 سال پیش 8 ساعت 9 ساعت برنامه، اونم برنامه زنده. ولی چون پیر شدی سربی از میکده خارج شو، البته چون پیر شدی سربی برو سراغ میکده از تلویزیون خارج شو. از یکایی که شما دوستان عزیز ممنونم. اول برنامه ازشون خواهش کردم تلویزیون مردم رو حمایت کنید، حالا هم که آخر برنامه است باز ازتون خواهش میکنم که تلویزیون مردم رو حمایت کنید و بریم. امیدوارم در هفته آینده بتونم یه روز اضافه هم بیام با شما برنامه فوق‌العاده‌ای داشته باشم. از اینکه با ما بودید تشکر میکنم، ممنونم. روز روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.